قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در تیTV. خانمها آقایان سلامی گرم و درودی بی پایان بر تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا عزیزانی که این برنامه رو دارن از ایران میبینن آن آم برنامه امروز ما ممکنه که کمی طولانی باشه چون که من 13 تا تقریبا ایمیل دارم که باید جواب بدم خدمتتون آم و امروز عادی قاعدتا من 7 تا 10 تا ایمیل رو جواب میدم ولی امروز 13 تا بوده فایده بدین که مستقیم برگردیم و جواب سوال شما عزیزان رو بدیم مهم هستش که شما بدونید که من در حدود 1600 تا 1600 تا ایمیل عقب هستم این برنامه که شما الان دارین می‌بینین در شهریور سال 93 پر شده و بدونید که اگه که جواب ایمیلاتون رو نگرفتید خواهید گرفت فقط بعد من وقت بدین که در خدمت شما ایزان باشم آم آقای میگن که آقای امین میگن که متأهل هستن دو فرزند 14 ساله دارن از طریق مادرشون که سیتیزن آمریکاست در سال 2007 اقدام کردند و الان هم که در سال در آپریل سال 2010 یک کمی مدارک خواسته بودن مدارک رو تحویل دادن و الان میخوان ببینن که چقدر دیگه باید طول بکشه آم آیمین به خاطر این اداره مهاجرت به شما جواب نداده اون مدارکی که شما سال 2010 فرستادین برای که برای شما الان پرونده شما زیاد ارجعیت نداره شما چون که 2007 اقدام کردین در هر صورت اگر امروز هم قبولی رو شما بگیرید یک چیزی در حدود چهار سال دیگه باید وایسید آم برای گرفتن گیرین کارتتون برای که شما کاتگوری F3 هستید و برای کسانی که مادرشون سیتیزن هستش و متعهل هستند فرزند متعهل هستش یه چیزی در حدود 10 تا 12 سال طول میکشه به دین جهت هر چقدر که این پرونده در اداره مهاجرت بشینه و قبولی شما نیادش بر ضد شما استفاده بر ضد سن فرزندان شما استفاده نمیشه و خوب هستش که اداره مهاجرت بعضی وقتا این پرونده ها رو طول میده تا اینکه قبول بشه روی این حساب من با شما بودم نگرانش نمیشدم فقط شما کاری که باید بکنید یه ایمیل بزنید یا یعنی اینکه تماس با اداره مهاجرت بگیرید شماره پرونده تون رو بدین مطمئن بشین که همه چی اوکی هستش سوال بعدی ما رو آقای سجاد میپرسند و سجاد میگه که انگلیسی خیلی قشنگ نوشته ام ایشون فوق لیسانس بازرگانی دارن و لیسانسی در لیسانس فارسی فارسی لیسانس ادبیات فارسی و ترجمه انگی به انگلیسی فارسی به انگلیسی و آیل سه هشت هشتونیم. یعنی خیلی زبانشون خوب هستش احسن بهشون و از نظر نوشتن سجاد،, سجاد جان, معلومه که انگلیسی خیلی خوبه ایشون سه سال برای شرکتی کار کردند در ایران برای کارهای واردات صادرات که با استرالیا کار میکردن و الان تازگی ها در یک دونه کمپانی دیگه دارن کار میکنند که نمیخوام رو در تلویزیون ببرن و ایشون داره میگن که من میخوام که مهاجرت کنم به ایالات متحده با همسرم آیا به نظر شما شانسش هستش که آم بتونه که برای دوره دکترای زبان فر... ادبیات انگلیسی بتونن که ایشون وارد مرسه بشن آیا به نظر شما شانس ما خوب هستش؟ از یک تا ده به پرونده ما چند میدی؟ سجاد جان با انگلیسی که تو نوشتی و اینقدر زبان تو خوب هستش من تشویقت میکنم که هم خودت هم همسرت برای دوره دکترا اقدام بکنید. آیل هشت هشت و نیم چیز ساده ای نیستش و جدا احسن به تو که همچین انگلیسی خوبی صحبت میتونی بکنی. ولیکن یادت نره. من به جای تو بودم این کارو میکردم و اینا من به دوستان همیشه میگم تو برنامه تلویزیونی چرا منو شما بگیم نه چرا منو شما بگیم که به ما پذیرش نمیدن به ما ویزا نمیدن در صورتی که به نظر من اقدام بکنید به که دانه، اگه کسی هستش که بگه نه دانشگاه باشه بدین جهت من اگه به جای تو بودم این کارو میکردم یک هم برای خودم هم برای همسرم دنبال دانشگاهی میگشتم که در رشته خودم در مقطع دکترا پذیرش بده دو به اون دانشگاه ها اقدام می کردم مدارک ها می فرستادم آیل میفرستادم می و ها می که دانشگاه مرور بکنه و درخواست قبولی دکترا بکنید پذیرش دکترا بگیرید سه اگر بورسیه به هم دادم صد درصد اقدام می کردم برای ویزای آمریکا و اگر ویزا دادن می آمریکا. چهار اگر که بورسیه بهت ندادن در اون موقع شما باید که حساب بکنی از نظر مالی چگونه هستش آیا میتونی که خرج مخارج آمریکا رو سی تا پنجا هزار دلار در سال بدی یا خیر و شک کم نکن که اگر که در ایالات متحده در اون زمانی که داری تحصیل میکنی دو سال سه سال, سال، چهار سال که دکتراتو بگیری در اینجا باشی میتونی که با محیط آشنا بشی و بتونی که برای خودت در ایالات متحده کارفرمایی در اون موقع پیدا بکنی بدین جهت از یک تا ده من پرونده تو رو الان که داریم صحبتش میکنیم با این انگلیسی که من میبینم اگر پذیرش بگیری و اگر که بتونی که با بورسیه بگیری و به ویزا بدن من به تو پرونده تو 6 یا هفت میدم برای که من میدونم که با این زبانی که تو اینجا نوشتی و این انگلیسی تو نوشتی حتما موفق خواهی شد بدین جهت اقدام بکن پذیرش رو گرفتی با بورسیه برای ویزات اقدام بکن آقای امید میگن که فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد هستن، معدل کل 17 و خورده ای میخوان که برای اخذ بورسی دکترا از یکی از دانشگاه آمریکا اقدام کنن. شهری که ایشون میدن چند تا مقاله, تخصصی نوشتن، در کتاب کتاب ترجمه کردن، آفرین و به علاوه سه،, سه, سال تدریس در دانشگاه دارن، دو سال کار تخصصی در یک شرکت بیمه. اولا شانس اخذ بورسی با این رزومه چند درصده؟ بستگی داره چه رشته‌ای بخوای اقدام بکنی. اگر که شما ببینید فرق این پرونده با پرونده قبلیمون که آقای سجاد بود چی بود سجاد ام گرفته بود فوق لیسانس بازرگانی داشتش و در فوق لیسانس بازرگانی داشت اقدام میکرد شما اگر که بخوای که برای دکترای زبان انگلیسی بخوای بگیری میتونی بازم اقدام بکنید ممکنه که شانستون باشه ولی که همونطوری که به سجاد گفتم اقدام بکنی برای دانشگاه های مختلف بذارید که میبینیم که اونا چی به شما میگن همونطور که گفتم چرا من و شما رد کنیم پرونده رو بذارید که دانشگاه هستش یا یعنی کسی بخواد رد کنه بذارید دانشگاه باشه دومی که آیا در گرایش خودم ترانزلیشن استادیز که تر... زبان از فارسی به انگلیسی ترانزلیت میکنن ترجمه میکنن به تحصیل ادامه بدم یا فرزن گرایش ادبیات انگلیسی رو انتخاب کنم نه ادبیات انگلیسی انتخاب کنم برای مترجمی اینجا برای رشته دکترا شانس خوبی ممکن نداشته باشی در یکی از برنامه های خودتون شنیدم که در آمریکا برای دانشجوهای دکترا و کسانی که نخبه این هستن امتیازات خوبی قائله کاملا درسته کسانی که دکترای رشته ای رو دارن و در اون رشته خوب هستن و نخبه هستن میتونن که اقدام بکنن برای گرین کارت برای نخبه ها که بهش میگن ای بی یک ای بی یک برای کسانی درست شده که دکترا دارن در رشته خودشون خوب هستن نخبه هستن تک هستن و میتونن که اقدام بکنن بدین جهت و من آم لینکی که برای کتاب نوشته بودی و برام فرستادی و من دیدم بسیار عالیه طوری که ترجمه کردی تو و به تشویقت میکنم باز هم که برای رشته دکتراتون اقدام بکنید ببینید که بهتون پذیرش میدهند یا خیر و بر حسب اون برین جلو ملیکا میگه که 23 23 سالشه لیسانس بیولوژی دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی گیاهی از دانشگاه تر... از دانشگاهی هستش که نمیگم کجا یه سال دیگه از درسم مونده معدلم 17 معدل لیسانسم 16 برای ادامه تحصیل نمیدونم که برای دکترا اقدام کنم یا برای یک مدرک ارشد دیگه برای دکترا اقدام بکن. اگر برای ایالت متحده داری فکر میکنی برای دکترا اقدام بکن. بعد ملیکا پرسیده که آیا استیاج به GRE هست یا نه. دوستان GRE و جیمت امتحانات کنکوری هستند که اشخاص میدن. آم برای وارد شدن بر مقطع فوق لیسانس دکترا بعضی از دانشگاه ها اجازه میدن که به شما این جیاری رو در ایالات متحده برداری پذیرش به شما میدن پذیرش شرطی هستش که بیاین در ایالات متحده جیاریتون رو بردارید اگه منامارتون خوب بود ادامه تحصیل در آن دانشگاه رو میدید اگر نبود که عذرتون رو میخوان حساب امریکا جان آم شما میتونی که جیاری تو ممکنه که برای دانشگاه اقدام بکنی که بتونه که جیاری تو در ایالات متحده برداری و پذیرش شرطی به شما بده روی این حساب من تشویقتون میکنم ببینید من کسانی که دانشجو هستن دنبال علمشون هستن دنبال این هستن که زندگیشون رو از طریق از طریق علمشون بهتر بکنن من و همشون تشویق میکنم که به مدارس اقدام بکنن ببینن که پذیرش میتونن بگیرن پذیرش با میتونن بگیرن و اقدام بکنن برای کنسولگری آمریکا چیزی که من به شما میگم اینه که در این رابطه خودتون میتونید انجام بدید خودتون میتونید این کار رو انجام بدین و در این برنامه ها روی وکیل روی مشاور خرچ های بیهوده نکنید خود شما ها دیگه اونقدر درس خوندین اونقدر وارد هستین برنامه کامپیوتری که الان همه چیز رو کامپیوتر شده اقدام بکنید پولتون رو به هیچ کس نریزین بیرون به دفتر وکالت به مشاورها ندین علکی و خودتون اقدام بکنید و شانس خودتون امتحان بکنید انجام شدنی هستش من دارم میبینم تو خود شهر شیکاگو در جاهای مختلف که سفر میکنم در ایالات متحده چقدر دانشجو ایرانی اومده چقدر بچه ها با بورسیه وارد شدن در مقطع دکترا یا بورسیه کامل یا اینکه قسمتی از شهریشون ولی اقدام بکنید پذیرش رو بگیرید از نظر مالی بعد جمع و تفریق بکنید ببینید که آیا به درد شما اون پذیرش میخوره یا اینکه خیر ولی اقدام بکنید رضا میگه که حدود 25 سالشه سابقه در شرکت گاز شرکتی دارند و کارشناس امور قراردادها هستند و در حدود 150 تا 200 هزار دلار هم سرمایه دارند و آیا و یه خانواده چهار نفری هستند که پسرشون 17 ساله و دخترشون 22 ساله هستش که میخوان ببینن که میتونن مهاجرت کنن یا خیر رضا جان از طریق سرمایه گذاری بخوای اقدام بکنی شما حداقل 500 هزار دلار باید سرمایه گذاری کن. مشکلی که هستش یکی از فرزندان شما بالای سن 21 هستش و آن فرزند زیر مجموعه پرونده شما نخواهد بود و طوری که هستش اگه برای ویزای ای دو هم اقدام بکنی شما همسرت و فرزند 17 سالت وارد آمریکا بشی اون ویزای ای دو تبدیل بگیرین کارت نمیشه این یک مشکل اولی و بعد به غیر از اون سوالی که پیش میاد همه سرمایت رو داری میذاری تو بیزنس و پل پشت سرت رو داری خراب میکنی من به جات بودم این کارو نمی کردم یک به خاطر اینکه پل پشت سر نخواهی داشت دو ویزای ای دو تبله به گرین کارت نمیشه و مشکلات تو آمریکا بسیار زیاد خواهد بودش سه فرزند 22 سالت رو نمیدونیم چگونه وارد آمریکا کنیم نمیخوام که خانواده شما از هم جدا بشه چهار از نظر اینکه فرزند 22 سالت وارد آمریکا نشه شما میخوای بری ببینیش برگردی و نمیتونی. چون ویزای ای دو برای یک بار اجازه ورود بهت میده اگر دوباره از کشور خارج بشی ممکنه که اجازه نده که برگردی مشکلات رو میبینی چقدر زیاد شدن؟ روی این حساب با اینم که میخوای سرمایه گذاری توی حالت متحده بکنی به خاطر وضعیت خانواده و سن بچه ها و آینده نامعلوم ویزای ای دو و به خاطر اینکه شما پل پشت سر نخواهی داشت من به پرونده شما از یک تا ده یک میدم وارد بازی مهاجرت نشو مشکلاتت بسیار زیاد در آینده خواهد بود بر حسب اطلاعاتی که شما من دادید نوید میگه که میخواستم بدونم من متولد می 89 هستم که 25 سال میشه تقریبا و سربازی رفتم و دانشوی رشته مهندسی شیمی هستم چهل واحد پس کردم الان تصمیم گرفتم برای مهاجرت برم به آمریکا میخواستم بدونم برای سن من پذیرش میدن و اینکه اگه بخوام تو رشته خودم ادامه بدم آیا واحد های من رو قبول میکنن یا از صفر باید شروع بکنم خیلی از واحدها را قبول میکنن ایالات متحده واحد واحدهای اصلی شیمی بیولوژی در شما ولی من دیدم که بعضی از دوستان رو که میخوام بیان اینجا شیمی بخونن فیزیک بخونن مسائل در مورد نفت بخونن رشته هایی هستش بخونن کنسول آمریکا ممکنه که ردتون کنه به خاطر مسائل تحریمات اقتصادی بدین جهت اگر که من به جات بودم یک رشته دیگری انتخاب میکردم که دوست داری و در اون رشته شروع میکردم از جواب سوال شما رو مستقیم بدن از چل تا واحدی که پاس کردی ممکنه که خیلی هاشو اینجا قبول بکنن و اجازه ترانسفر داشته باشه اگر بخوای که در درشته خودت درس بخونی من اگه بخوام بدون تحصیل وارد آمریکا بشم و اقامت بگیرم و تخصص خاصی هم ندارم بجز سرمایه, سرمایه گذاری چه راهی رو پیشنهاد میدهید؟ من هیچ راه دیگه یه پیشنهاد نمیدم برای اینکه یا از طریق کار اشخاص میتونم وارد آمریکا بشن که الان به نظر من امکان پذیر نیستش یا تحصیل یا اینکه از طریق سرمایه گذاری پناهنده یا چیزای دیگه هستش که من زیاد مورد نظرم نیستش به خاطر اینکه خیلی با شرایط نیستن برای مسائل خانم مهدیه میگه که 28 سالشون هستش و در و لیسانس کشاورزی دارند و میخوان که برن ام بخونند اینسپایرد بای به خاطر حرفایی که من میزنم میخوام برن ام بی بخونم مرسی مهدیه جان و نمره لیسانس هم 14 و 33 هستش و نمیدونم که آیا که اگر که من در فوق لیسانسم رو در 18 یا 19 بگیرم معادلا باشه آیا چش نمره لیسانس نمره قسمت لیسانس هم زیر نظر میاد اگه بخوام دکترا بگیرم یا نه بله شما اگه که نمره لیسانستون پایین هستش و نمره فوق لیسانستون بالا خواهد بودش حتما توجه دانشگاهی رو که شما میخواین ب... بیاین واردش بشین و میگیره و در حقیقت بگم خیلی از بچه ها هستن که در دوره لیسانس نمراتشون پایینه خب بالاخره جوونی جوون آدم و ممکنه که زیاد حواسش در درس نباشه یا اینکه به هر دلیلی بخواد کار بکنه در کنار درسش وقت باشه ولی وقتی نمره های فوق لیسانستون بالا هستش خیلی کمکتون میکنه که برای وارد شدن در دانشگاه برای دکتراتون کمک خواهد کرد که نمرات لیسانستون نمرات فوق لیسانستون بالا باشه کمک خواهد کردش که جوابگوی نمرات پایین لیسانست باشه سوال بعدیمون خانم مهدیه میگن که 28 سالشون هستش فوق لیسانس کشاورزی دارن با معدل 14.3 و, و میخوان که برن فوق لیسانس بازرگانی بخونن البته با حرفایی که من زدم تشکر از شما خانم مهدیه که به حرفای من اهمیت میدید ایشون سوال میکنن که اگر که من نمرات لیسانس نمرات فوق لیسانس هم رو من اگر که بالا بگیرم آیا برای رفتن برای گرفتن پذیرش دانشگاه برای فوق برای دوره دکترا کمکم میکند یا خیر بله شما اگر که فوق لیسانستون رو با معدل 18 19 بگیری خیلی کمک میکنه که به دانشگاه که میخوادش که به شما پذیرش بده برای قسمت دکترا برای مقطع دکترا بتونه که توضیح بدید که چرا نمرات لیسانستون پایین بوده خب اتفاقاتی میفته در زمانی که شما جوان هستید ممکنه که در زمانی که داشتید لیسانس میخوندی کار میکردی به خانواده کمک میکردی یا به هر دلیلی نتونستی که نمرات بالا بگیری بالا نگهداری تونستی که در در مقطع فوق لیسانس رو جبران بکنی حساب کمکت میکنه که نمرات فوق لیسانست بالا باشه در زمانی که برای برای دکترا اقدام کنی آیا این رشته خوبی هستش که در مورد مسائلی که در مورد فود اینداستری باشه یعنی که در, در مورد مسائل مواد غذایی باشه بله رشته بسیار خوبی هستش ولی کن با هم یاد نره کسانی که برای کسانی که گرین کارت دارن و سیریزن آمریکا هستن در آمریکا میتونن کار کنن رشته خوبیه برای کسی که بخواد از خارج از کشور وارد ایالات متحده بشه و اینجا کارفرما پیدا بکنه پیدا کردن کارفرما زیاد ساده نیستش ولی اگر که تو بخوای در مقطع دکترا وارد آمریکا بشی و در اینجا بتونی که پذیرش بگیری و در اینجا باشی در اون زمانی که داری درس میخونی خیلی کمکت خواهد شدش که در خود ایالات متحده دنبال کار باشی که ببینی که زمانی که دکترا تموم شد بتونی که در اینجا کار پیدا بکنی یا کار فرمایی پیدا بکنی سوال بعدی که داشته اینه که اگر که اسمشون از نظر شناسنامه عوض بشه اگر که اسمشون روی شناسنامهشون با مدارکشون فرق کنه آیا مشکلی پیدا میشه در ایالات متحده یا خیر بله تا زمانی که اگر که شما نامه دادگاه رو نداشته باشی که اسمت رو رسما عوض کردی خب سوال پیش میادش که چرا مدرک شناسنامت با مدرک لیسانست یا فوق لیسانست فرق داره تا زمانی که نامه دادگاه رو داشته باشی که اسمت رو رسمی عوض کردی هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد و میتونی که توضیح بدی که چرا اسمت عوض شده شخصی میگن که متأهل هستن یه سری اطلاعات میدن که خدمتشون و میخوان ببینن می که من چی فکر میکنم در مورد خودشون مدرک مهندسی دارن همسرشون مهندسی معماری دارن آیا ادامه تحصیل بدیم یا کار اوکی سرمایهشون 100 هزار دلار هستش آیا کمه یا زیاد کار موزیک متال انجام میدن نویسنده هم هستند تعدادی دوست شرس سرشناس در ایالات متحده دارن که همشون در کار موزیک هستم نمیدونم که چه کمکی دقیقا میتونن بهشون انجام بدن این ایشون سوال کردن از طریق اینترنت با مجله در تگزاس همکاری میکنم برای اونها با اونها کار میکنم و مترجم زبان انگلیسی هم هستم پرونده من در مورد مهاجرت چجوره یک از نظر تحصیل اگر که شما یا همسرتون فوق لیسانس بخواین که اقدام بکنید شدنی هستش به نظر من بهتون بورسیه شانس گرفتن بورسیه بسیار کم هستش با 100 هزار دلار سرمایه‌ای که داری به نظر من سرمایه تو در ریسک خواهی گذاشت اگر که بخوای که بیای تو آمریکا و روی خودت اون خرجو بکنین رو دانشگاه خرج بکنین چون که متأهلم هستین خرجتون رو باید حساب کرد شهریه سی هزار دلار هستش در سال و آیندهش چی میشه آیا بعد از اینکه شما فوق لیسانس رو گرفتی میتونی تو آمریکا گیرین کارت بگیری نه میتونی اینجا کار به اون سادگی پیدا بکنی که یه کارفرمایی پیدا ب... پ... که یه کارفرمایی پیدا بشه که شما رو استخدام بکنه چه خودتون چه همسرتون رو به نظر من بسیار سخت خواهد بودش از نظر رشته از نظر موزیکت از نظر ترجمه که شما فرمودین و از نظر اینکه آشناهایی که دارین در ایالات متحده من رو اونا زیاد حساب نمی کنم برای گرفتن گرین کارت از نظر درس یک کمی و اگر که بیای دنبالش درست باشی و اگر که اینجا اگر که ببین خیلی اگرها رو میشنوی تو حرفای من این اگرها هستش که زندگی تو در ریسک میذاره این اگرها هستش که من الان باید بگم پرونده شما از یک تا ده ممکنه دو باشه من به جات بودم در مورد پرونده مهاجرت به ایالات متحده اقدام نمی کردم چون خیلی اگرها هستش که هر اگری اشتباه در بیاد 20 سی هزار دلار سرمایه تو ممکنه ببازی و در زمانی که شما سنتون رو نگفتین ولی فکر کنم که زیر چهل باشین زیر سی باشید من به جای تو بودم زندگیم رو و سرمایم رو اینطوری برای مهاجرتی که خیلی اگرها داره روی ریسک نمیذاشتم چون که من پنج سال دیگه شما رو نگاه بکنم حتی اگر هم که تو با فوق لیسانس پذیرش گرفته باشی حتی اگر هم که ویزا گرفته باشی وارد آمریکا بشی نمیدونم که میتونی گرین کارت بگیری یا نه و همه پول پشت سرتو خراب کردی من به جای شما بودم برای اقامت ایالات متحده اقدام نمی کردم. و زندگی تو در ریسک نذار بعضی وقتا ریسک بعضی وقتا قماره در مورد شما قمار داری میکنی زندگی تو خراب نکن بدین این جهر از یک تا ده من ممکنه که پرونده شما یک یا دو بدم شخصی میگن که دانشجوی فوق لیسانس هستم با توجه به اینکه قصد گرفتن بورسی از یکی از دانشگاه‌های آمریکا برای دکترا رو دارن از شما چند سوال داشتم این درست است که دانشجویی که بورسیه میگیرن قبل از ورود به با آمریکا باید 15000 دلار به حسابشان باشد با توجه به تحریم ها چطور این حساب را میتوان باز کرد خیر درست نیستش هر کسی هم که بورسیه میگیره باید یا بورسیه بگیره یا نه باید نشون بده که در کشور خودش پول داره زمانی که اومدش آمریکا حساب باز میکنه پول رو از طریق صراف ترانسفر میکنه با توجه به گرانی که در شهرهای بزرگ هستش با آنها توجه نخواهم کرد و بیشتر به دانشگاهایی که در شهر کوچک هستن توجه دارم بسیار معقوله به نظر شما شهر کلامازو در ایالت میشیگان برای زندگی یک دختر تنها مناسب است ایالت آیوا چطوره بله کلامازو بسیار شهر خوبیه دو ساعتی اتفاق شیکاگو هستش و بسیار شهر زیبایی هستش شهر امنی هستش و به نظر من جای خوبی هستش در مورد آیووا که اون ور شیکاگو میشه تقریبا اون ور ایالت ایلینوی میشه اونها هم شهر ایالت کوچیکی هستن و اکثر شهرهای کوچیک زندگی آرومی دارن و به نظر من تصمیمت خوب هستش که بتونی که خرج و نگه داری پایین خیلی خوبه تصمیمت رشته من آموزشی است و به عنوان معلم یا استاد دانشگاه میتونم که کار کنم آیا فکر میکنید کار برای این رشته راحت پیدا بشه یا خیر کار در طول تحصیلت که اگه بخوای در خود در خود دانشگاه کار بکنی ممکن هم ممکنه باشه ولی کم بعد از کارت چون که رشته تو من داشتم نگاه میکنم که رشته تو من نگفتی چه رشته داری میخونی نمیدونم که بهت بگم بعد از چی میشه چون که رشته تو نگفتی به من مادرم قصد گرفتن ویزای توریستی داره اگه من بتونم بورسیه بگیرم که با من بیاید با توجه به اینکه شما میگوید خودتان اقدام کنید برای گرفتن ویزای توریستی باید از طریق کدام سایت اقدام کنم سایت کنسولگری آمریکا در کشوری که میخوام ویزا بگیرم هست یا خیر تمام سایت ها روی وزارت امور خارجه هستند و در حقیقت الان خود وزارت امور خارجه آمریکا حتی در فیسبوک هم فارس سایت فارسی داره اگر رو فیسبوک هستین به فارسی بزنید وزارت امور خارجه آمریکا یا اینکه میتونید بزنید که کنسولگری, مد... کنسولگری ایالات متحده در تهران با اینکه کنسولگری ندارن ولی به اون اسم گذاشتنش روی فیسبوک و براتون خیلی اطلاعات میاد که خودتون میتونید که مشاهدهش کنید امیر میگه که 35 سالشه مجرد دارای مدرک کارشناسی ارشد معدل 16 و 20 و مدیریت کارشناسی مدیریت بازرگانی با معدل 16 و 6 و چه نقدیش در حدود 40 50 هزار دلار آمریکایی و ملکی برداش حدود 150 هزار دلار می باشد که البته ثمره فعالیت 14 سال بنده در امر بازرگانی بوده با توجه به شرایط اقتصادی و ایران و نیز علاقه برای های اولیه تصمیم مهاجرت و شروع زندگی جدید در ایالات متحده کرده ام. تاکنون ممکن ترین راهی که یافتم ابتدا دریافت ویزای تحصیلی و ورود و سپس یافتن کار یا شرایط دیگر می باشد. آیا نقشه راه بهتر مناسبتر و سریع تری جز این وجود دارد؟ خیر. اقدام بکن اگه بورسیه نگرفتی وارد نشو. چون سرمایت اندازه کافی نیستش که تو بیای اینجا پول شهری دانشگاه بدی سمره یه سال زندگی تو خراب نکن وارد بازی شهری دادن بشی اینجا همه سرمایت از بین میره همه سمره یه چارده سالت از بین میره دقت بکن آیا با توجه به جمعی شرایط بنده احتمال و امکان اقامت تا چه میزانی و با چه روشی مقدور میباشد اگر که اینجا تو بیای و بخوای که اینجا این کار رو انجام بدی در ایالات متحده با ویزای توریستی وارد ویزای تحصیلی وارد بشی تبدیل ویزای تحصیلی به اقامت یعنی برای گرفتن کار اون سواله آیا کار در رشتت پیش میادش اگر که بورسیه گرفتی بیا اینجا تو می خرجت پایین نگه داشتی و در زمانی که اینجا هستی میتونی که با کارفرماهای مختلف آشنا بشی با محیط آشنا بشی شانسش هستش به غیر از اون اگرم که نشدهش پول تو از دست ندادی پشتیبانی سر هزار دلار ملکی که داری از دست ندی ملکه رو نفروش ملکه رو نفروش اون سرمایه شما هستش اون پشتیبانی و پل پشت سر توه اونو خرابش نکن از نظر تحصیل که شما پرسید که چقدر قیمت هستش بین سی تا پنجاه هزار دلار سالی هستش اگه به بورسی نیادن با دانشگاهی که صحبت کردی قط... گرفتن پذیرش برای فوق لیسانس بدون بورسیه تحصیل قطعی میباشد. باشد آیا با نقد ۵ هزار دلاری این عمل عاقلانه است خیر خیر نیستش نیست تو نمیتونی 25000 30000 هزار دلار سالی بدی با... به دانشگاه با شهریه و خرج زندگی تو اینا خ... همه سرمایه‌ت رفته بعدش چی کار بکنی بدین جهت بذار اینو باید به راحت بگم امیرجان من اگر که به جای شما بودم اگه بورسیه می گرفتم، اقدام میکردم برای ویزای دانشجویی می آمدم. خونه 150 هزار داریم و دست نمی زدم اگه بهت بورسیه ندادن وارد ایالات متحده نشو همه سرمایت از بین میره خانم رویا میگن که 54 سالشون هستش دو فرزند دارن دخترشون 25 ساله پسرشون 20 ساله 23 ساله همسرم 6, 6 سال پیش فوت کردند برادر من مدت 30 سال است که در آمریکا زندگی میکنه و سیتیزن آمریکا در 16 نوامبر 2012 براشون اقدام فرم 130 کردن کارهایشون انجام شده زمانی که این فرم را پر, پر میکردیم پسر من 21 ساله بود در صحبت شنیدم که, که از اصطلاح فریز کردن صحبت کردید میخواستم ببینم که پسر من چه زمانی فریز میشه خانم رویا نمیدونم پسر شما سنشون فریز شده یا نه ولی شما خودتون میتونید پیدا کنید اون زمانی که 16 نوامبر 2012 وقتی برادر شما اقدام کردش یک دونه زمان داره بهش میگن اپلیکیشن ریسیت زمانی که در اداره مهاجرت قبول شد پروندهتون نمیدونم که قبول شده 2003 بوده 4 بوده 5 بوده هر چی بوده در اون مدت زمانی که قبول شد که در اداره مهاجرت بوده نوشته اپرووال دیت اون رو شما نگاه کنید اون زمان بر ضد سن پسر شما استفاده نمیشه اگه پنج سال این پرونده تو اداره مهاجرت بود که قبول بشه سن پسر شما میشه 23 منهای 5 اگه یک سال بودش که تم... استفاده اگه یک سال بودش که در اداره مهاجرت تا قبول بشه 23 منهای 1 میشه 22 بر حسب این فرمول رو بهتون بگم که بر حسب این میتونید که خودتون حساب بکنید و ببینید که سن پسر شما از نظر قانون آمریکا زیر 21 هستش یا خیر دو تا سوالی که کردین پرونده من بعد از این مدت حدود 12 سال تا کند روند آن از نظر زمانی کلا به چه صورت خواهد بود این پرونده برای چند سال در ادامه مهاجرت خواهد بودش پرونده شما قاعدتا در حدود ای... الان دارم فکر کنم ژانویه 2002 رو میدن شما نوامبر هستین 11 ماه یک سال الی دو سال دیگه پرونده شما باید حاضر بشه برای رفتن کنسولگری خیلی زمان طولانی شده برای کسایی که از طریق خواهر یا برادرشون بخوان که گرین کارت بگیرن روی حساب این زمان بندی هستش آیا پسر شما واجد ه... واجد شرایط هست که زیر پرونده شما باشه یا نه این فرمول استفاده بکنید خودتون متوجه خواهید شد بابک میگه که 32 سالشه لیسانس صنایع و فوق لیسانس بازرگانی و مارکتینگ داره در حال حاضر کارش بیمه هستش و همسرش هم شاغلن آیا فقط قبل, ازدواج 6 ماه توریستی آمریکا بودن خواهر من سیتیزن و مادرم گرین کارت داره خواهر همسرم سیتیزن و مادرشون سال دیگه گرین کارت میشه خواهر و مادر من بنا به درخوا... اگر که درخواست بکنن برای من اقدام بکنند نکردند چون خواهر همسرم برای ایشون سال 2002 نه اقدام کردند میخوام بدونم صلاح میدونید خواهر من هم برای من اقدام کنه بله خواهرتون هم اقدام بکنه شما میتونید دو تا پرونده مهاجرتی در اداره مهاجرت داشته باشید هم خواهرتون اقدام بکنه هم فامیل همسرتون اقدام بکنه هیچ مشکلی نیستش همسر ایشون بیماری دارن که من سوال کردن که آیا در زمان, در زمان نهایی بررسی پرونده این مورد منفی هستش خیر بیماری MS دل دلیل نمیشه که پرونده شما را در کنسولگری آمریکا رد بکنند به دین اگر که من به جای شما بودم اقدام به خانوادم میگفتم که اقدام بکنند زمان میبره دوازده سال 14 سال ممکنه بشه ولی کن اقدام بکنید و پرونده رو در جریان بذارید ایلیا میگه که 18 سالش رشته ریاضی و فیزیک داره و تازه امتحان کنکور داده از پنج سالگی به ورزش ژیمناستیک خیلی علاقه داره و بیشتر زندگیش رو در باشگاه ها و مدرسه سپری کرده دوست داره در دانشگاه در مقطع لیسانس تربیت بدنی و فوق لیسانس در رشته و در این رشته پی کنه و ادامه تحصیل بده البته مادرم اصرار داره که برم یه رشته فنی فیزیوتراپی یا بیومکانیک ورزشی بخونم احسند. ولی من علاقه به این رشته ها ندارم راستش اگه برم تربیت بدنی میتونم نمرات بالایی بگیرم و شانس بیشتری برای بورسی گرفتن رو داره در مقطع فوق, فوق, و دکترا دارم ولی اگه برم فنی مهندسی چون علاقه ندارم نمیتونم نمرات خوب بگیرم کلاس زبان انگلیسی هم میرم دو ماه دیگه دیپلم زبانم رو میگیرم و بعد برای تافل اقدام کنم آیا من برنامه مناسبی برای آینده زندگی خودم در ایران یا مهاجرت به آمریکا دارم؟ آیا در آمریکا در زمینه ورزش و تربیت بدنی کار یا شرایط خوبی وجود داره یا خیر؟ ببین چجوری بهت بگم؟ الیا جان من این سوالی هست که بچا چه رشته ای رو بخونن؟ سوالی هست که من بر مورد بچه های خودم هم دارم همیشه فکر می‌کنم چه رشته ای بخونی؟ تو اگه الان بری تربیت بدنی بخونی آیندهش چی میشه؟ چه کاری خواهی کرد؟ الان اون اشخاصی که تربیت بدنی خوندن چه کاری دارن انجام میدن آره بری شما آم... آم هستی بری اینجا تربیت بدنی بخونی بعد مربی میشی بعد میتونی که در تیم باشی بعدش چی ده سال آینده چی میشه ولی حرفی که مادر داره به شما میزنه که برو فیزیوتراپی بخون چیزی هست که تا آخر عمرت میتونی استفاده بکنی درسته که تو خودت علاقه بسیار زیادی در مورد تربیت بدنی ولی نمیخوام پنج سال دیگه شش سال دیگه برگری بگی ای بابا کارم نمیتونم پیدا بکنم شانس اومدن به آمریکات شانس حتی اگر آمریکا هم شانس پیدا کردن کار در هر کشوری مثل کشور خودمون ایران یا اینکه در هر جایی که باشی با صحبتی که مادرت میکردن در مورد فیزیوتراپی خیلی بیشتره تا اینکه بری تربیت بدنی بخونی همیشه اینو فکر کن که با اون تحصیلاتی که در اون رشته داری میکنی کجا میخوای بری چیکار میخوای کنی ده سال دیگه چی میشه 20 سال دیگه چی میشه آیا اون رشته رو میتونی استفاده بکنی اشخاصی که اون رشته رو دارن کار دارن میکنن من اگه به جات بودم میرفتم فیزیوتراپی میخوندم با خوندن فیزیوتراپی میتونی که هم آینده خوبی داشته باشی هم شانس بیشتری داشته باشی برای مهاجرت از خارج از به کشورهای دیگه به دین جهت من به جات بودم به حرف مادر گوش میدادم و فیزیوتراپی رو میخوندم علاقه پیدا خواهی کرد فکر آیندهت باش جیمناستیک رو در هین درس خوندن میتونی که انجام بدی تربیت بدنی یا هر چیزی دیگه هستش بسیار خوبه که در این فکر هستی که ورزش خیلی عالیه خیلی عالیه ولی کن فکر ده سال دیگه باش که بتونی که از رشتت و از فیزیوتراپی بتونی که استفاده بکنی به نظر من من اگر که به جات بودم تصمیم الان باید میگرفتم که برنامه زندگی برم تربیت بدنی یا برم فیزیوتراپی میرفتم فیزیوتراپی مرسی از اینکه ازم سوال کردی دوستان خیلی متشکرم که سوالاتتون رو من در میون میذارید و نظر منو میخواین و تا جایی که من بتونم حتما جوابگوش خواهم بود براتون از اینکه وقتتون رو به من دادین متشکرم تا جلسه بعد که با همدیگه دیگه داشته باشیم برای شما ایزان شب ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو میکنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی